Bismillahirrahmanirrahim. Amadim file option advance و به دوام آپشن های قبلی چی میکنیم پیش میریم. خب امروز درس ما است پرینت یوز درافت کوالیتی چو کار میکنه. سل کو مای جامدم چیز را نوشته کردم ایده مثلا سلیکت کردم بولد کردم دیگه استایل مایل هم دادیم برش. آل اگر شما میخواین اینو می نوشته که هستا یک دیزاین دار چپ نو شوه ساده چاپ شوه پس بیا دا ادوانس دا ادوانس که آمده بگو برادر یوز درافت کوالیتی. درافت کوالیتی مطلب این نمیست که نوشته را بری ما ساده چاپ کو اینقدر کوالیتی خوب نداشته باشه. صحیح است درافت خراب میگه یک ذره پوینت ترین کوالیتی داشته باشی تو پرینت کو. دیگه نوشته کده پرینت ان بیک گراوند. اگر ما شما این نمی آپشن کلیک کده باشیم دا وقتی نوشته کدن وقتی که ما شما یک فایل پرینت میکنیم دیگه نوشته که میکنه او هم دا پرینت چه میشه اضافه میشه. سل کو اوکی کلیک کنم مثلا اینجا ما پرینت میکنم دا اینجا ما دیم نوشته هم میکنم دا این صورتی که پرینت میشه مثلا ورقه گفتم پرینت کو 20 ورق از ما دا ورق اخیری کار کرد رایستم تا که ورق اول چاپ میکنه باز دوم چاپ میکنه تا که دا 20 میاد دا 20 ما دیگه نوشتم میکنم. این نوشته ای که ما فایل حال کرده رایستم چی میشه هم دا فایل دا پرینت دا فایل ما چی میشه پرینت میشه. و اگر نمیخوای که قسم شوه پس بیا دا ادوانس که آمده بگو برادر این قسم نکو پرینت ان بیک گراوند ایدا ای قسم نکو. سر کو دا پوینت جه خودشم نشون میتا پرینتینگ دا ان دا بیک گراوند لیتس یو کنٹینیو تو ورک وایل یو ڈاکومنٹ از پرینٹڈ. میگه شما را اجازه میتا وقتی که شما فایلتون پرینت میشه ڈاکومنٹتون پرینت میشه دا اوسرا شما هم نوشته کدا میتونین ان موزیفیشن میشتا. دیگه نوشته کدا پرینت پیجز ان ریورس آرڈر. نورمال به صورت عادی وقتی که ما شما مثلا 5 ورق داشته باشیم میره چاپ میکنین پرینت کی گفتین ورق اول چاپ میکنه باز ورق دوم چاپ میکنه باز ورق سوم به مشکل به دوام میزو به دوام میزو چی میشه پیش میره. حالا اگر شما میخواستین به این شکل چاپ نشه برعکس چاپ شوه صحیح است چه قسم مثلا یک قسم چاپ نشه که اول دو سه چهار پنج یک قسم چاپ شوه 5 4 3 2 1 یعنی از آخر به طرف اول چاپ شوه ایتونه شوه که از اول به طرف آخر چاپ شوه. اگر این را کلیک دور کردین از اول به طرف آخر چاپ میشه اگر کلیک کردین از آخر به طرف اول چاپ میشه یعنی برعکس چاپ میکنه. برای من دیگه ایش نوشته کده که پرینت XML tags. XML یکی از پروگرام هاییست که بخاطر ویب دیولپمنت چه میشه استفاده میشود. با می شکل ما HTML داریم DHTML داریم سایس XML داریم این پروگرام کلشن بخاطر ویب دیولپمنت استفاده میشه. آلی اگر ما شما دمی داکومنت خود دیجا کدام فایل XML داشته باشیم می خواستی فقط تکسی از او برش ما شما چاپ شوه پس اینمی آپشن کلیک کنین. آلی شما که هستین تکس نمیشناسین چیست بخاطر از اینکه شما نه HTML خواندین نه HTML DHTML نه XML. فقط یه قدر یاد بگیرین که اگر ما شما اینمی آپشن کلیک کرده باشیم در صورتی که فایل XML در صفحه ما وجود داشته باشه فقط و فقط تکس از اون برای ما چاپ میکنه به جای نوشته چی میکنه تکس از اون برای ما چاپ میکنه. دیگه نوشته کده که print failed code instead of their values. اینمی اپشن اگر فکرتون باشه جای دیگه هم پیشتر ما خواندیم در بالا در اینجا بنسل کو نوشته کده show در اوجه دیگه اپشن باشه show failed code instead of their value و در اینجه کس نوشته کده print failed code instead of their value. مانه از او چی سل کو ما اوکی کلیک میکنم میم در کدام جای در insert آمدیم the quick parts دیگه آمدیم field انتخاب کردیم دیگه یک فرمول استفاده کردیم مثلا چی گفتم که 4 جمع 4 جمع 4 جمع 4 انتر کلیک کردم چند شد 16 شد. آلی اگه ما در فایل آمدیم ایره پرینت میکنم به این شکل چاپ میشه 16 نتیجه از او چاپ میشه. میخواستی که نتیجه از او چاپ نشوه برای ما اونمو کود از او چاپ شوه که 4 جمع 4 جمع 4 جمع 4 است. پس بیا در آپشن در ادوانس که آمدیم چی کنین در اینجا اینمی اپشن کلیک کنین print fill code instead of their values فقط اوکی. حالا شما سل کنون وقتی که اینجا ایت رو نشان میتا مگم در فایل اگر در print آمدین باز به این شکل میشه میبینین یعنی به این شکل حالا چاپ میشه برای من میبینین چار جمع چار جمع چار این قسم کود زور نشان میتا یعنی کود زور چه میشه برای ما چاپ میشه. اگر این قسم شما نمیخواین فقط برین در کدام جای در print option که آمدین در advance باز اینمی اپشن چی کردین غیر فعال کنین print fill code instead of their values اوکی کلیک کنین بین دا فایل دا print cell کو چی میشه پس امو خده یا نتیجه اصلی را چی میکنه نشان میتا بریم یا چاپ میکنه. دیگه امروی ما دا فایل دا option دا advanced چیست
پوائنٹ میں نوشتہ کرا کہ الاؤ فیل کنٹیننگ ٹرک چینج ٹو آپ ڈیٹ بفور فیل آگا موسم یہ آپشن کلک کرا بچم الاؤ فیل کنٹیننگ ٹرک چینجز ٹو آپ ڈیٹ بفور پرنٹنگ او ٹرک چینج فیلڈ کی او ٹرک چینجز دورا پیش از کیو پرنٹ شوا بارے موچم میں کہنا اورا آپ ڈیٹ میں کہنا بارزو پرنٹ میشا مطلب ہے نمیس مثلا نمی فیلڈ استا کسی دی جاما ٹرک چینجز چی کت فعال کرد ٹرک چینجز چیزا شما وقت خواندین آمدیم دا کدام جی دا ریویو و ٹرک چینجز جا فعال کردن آلی جا کسی تغییرات آورا تانوزی اپڈیٹ نشده یعنی اکسپت و ریجکت نشده صحیح است آلی اگر تو میخوای که اپڈیٹ شوه یا مثلا دا ایجا کدام اپڈیٹ نکدینی را شما از طریق ازی وقتی که شما میان اکسپت ریجکت می که یا دیجا نیست در رفرنس یور اپڈیٹ می اپڈیٹ نشده حال اگر شما می خواین که این اپڈیٹ شوه بعد از پرینت شوه پس این نوی آپشن کلیک کن تا که او اکسپت نشده یا ریجکت نشده او چه میشه اپڈیٹ پرینت پر ما نمیشه دیگه نوشته کده پرینت آن فرانت آف دا شیت فور ڈپلیکس پرینتر اول می پرینتر ڈپلیکس سیرا میگه پیش از اینکه آپشن ها بخونید شما باید پرینتر ڈپلیکس بشناسید پرینتر ڈپلیکس اون پرینتر را میگه که پشت روی ورق چی میکنه نوشته ما را چاپ میکنه یعنی اون پرینترایی که پشت روی چاپ میکنه به نام پرینتر ڈپلیکس یاد میشه حالا اگه شما میخواین این نوشته تان که هست در روی ورق چاپ شود در روی هر ورق چاپ شود بازی آپشن را کلیک کنین اگه میخواستین که نه پرینت آن بک آف دا شیت فور ڈپلیکس پرینتر د پشت ورق چاپ شوه بازی آپشن کلیک کنین اگه میخواین اردو ام پشت ام روی چاپ شوه بازی را کلیک کنین ام د پشت ها میکنه و ام در روی ورق چاپ میشه ای ڈپلیکس پرینتر بود دیگه نوشته که سکیل کنتین فور ای فور اور ایچ زیر وان پیپر سائز میگه سکیل اگه یه کلیک کردی همیشه کوشش میکنه اشته تان چه میکنه سکیل کنه کلان کنه بخاطر دا ورق ای فور که اندازی ازی چی قصد اینا ما قدر است صحیح است دیگه ای پوینت که است آپشن های بخاطر پرینت است که چه قسم پرینت میکنی دا چه قسم سیتنگ که دا پرینتر شده باشه اونو مو سیتنگ چاپ میکنی اتوماتیک چاپ شوه صحیح است اتوماتیک سلیک شوه اتوماتیک چاپ شوه صحیح است این اردو ازی تقریبا ای فرق نداره این آپشن های پوینت او خود چه دام کدام سیتنگ که شما دا پرینتر کرده باشین با اونو مو سیتنگ چی میکنه برای ما چاپ میکنه ای بود آپشنای مربوط به پرینت